هوسبازترین مرد دنیا با رابطه داشتن با بیش از 1000 زن زیبا. ما به خاطر پول ایجا آمده بودم. وعده پولی پول ایجا برام عیاشی هم مؤثر شد و یک تجارت خوب بود. از اون روزای اول ما ای تجارت و یا کار را که میکدم ای کار با مسلکم تبدیل شد. البته می عیاشی گفتن ای گپا آسان است. آسان است، اما باور کنید که اگر ای عیاشی و یا ای تجارت شما خوش نداشته باشین، پس شما همه قصدین. مرد هوسبازی که با بیش از هزاران زن زیبا رابطه جنسی داشته و به این عمل زشت و افتخار میکند. این مرد هوسباز در غرب نماد جنسیتگرایی آمریکایی و سخنران انقلاب جنسی و آزادیگرایی جنسی است. قبل از تماشای این ویدیو چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگوله را بزنید و در ادامه با چینل جاده تیوی همراه باشید. پیرمرد هوسبازی که این روزها غوغا برپا کرده است، با گزارش طالب، هیو هفنر مؤسس مجله پلی بوی است که در زمانهای گذشته با تیراژ بسیار بالا در تمام جهان فروش داشت و این مرد را ثروتمند کرد. هیو هفنر بنیانگذار مجله پلی بوی است که در آن عکس‌های برهنه زنان منتشر می‌شد و در اولین نسخه آن تصویر مریلین مونرو نمایش داده شد. وای در طول عمرش همیشه با تعداد زیاد زن در اطرافش معاشرت داشت و در خانه یا بهتر بگوییم قصر مجللش همیشه برای زنان زیبارو مهمانی ترتیب می‌داد. وای خودش عنوان کرده است که در طول عمرش با بیش از 1000 زن هم بستر شده و هم خوابی نموده است. ثروت کلان هیو هفنر مثال زدنی است و به همین دلیل حرمسراهای زیادی در دنیا برای خود ساخته بود. وای هر روز صبح پس از این که از خواب بیدار می شده است، در کنار صدها دختر برهنه روزش را به شب می رسانده است. سرانجام هیو هفنر در سن 91 سالگی فوت کرد. هیو هفنر صاحب ثروتمند مجله و کمپانی آمریکایی پلی بوی که پس از 30 سال غیبت سال گذشته کلاب بارهای پلی بوی را به انگلستان برگرداند. هیو مارستون هفنر یا به طور محاورهای هف مؤسس و سردبیر مجله پلی بوی است. وای همچنین به عنوان نماد جنسیتگرایی آمریکایی و سخنران انقلاب جنسی و آزادیگرایی جنسی مطرح می شود. وای همچنین در کنار دختران لخت و برهنه بود و از دانش آموختگان دانشگاه ایلینوی در اوربان شامپاین است. هیو هفنر از طرفداران پویانمایی سمپسون ها است. شخصیت کارتونی او در یکی از اپیزودهای سمپسون ها یک بار به نمایش در آمده است. هیو هفنر همچنین قبر مجاور مریلین مونرو را با پرداخت مبلغ 75,000 دلار خریده است. طالب او را برای خوشگذرانی در امارت 6 هکتاری خود صدها دختر برهنه را در اختیار داشت. این امارت شامل 22 اتاق، شراب، سینما و چند زمین تنس است که تمامی این اتاقها را دختران برده جنسی با هیو هفنر می گذراندند. وای در سال 1953 انتشار پلی بوی را در آشپزخانه خانه اش شروع کرد که بعداً به پرفروشترین مجله ویژه مردان در جهان بدل شد. اولین شماره مجله پلی بوی در دسامبر سال 1953 با قیمت 50 سنت و با عکس روی جلد مریلین مونرو منتشر شد. تیراژ پلی بوی در اوج موفقیت آن 7 میلیون نسخه در ماه بود. کوپر هفنر پسر او گفت که جای پدرش برای خیلی ها خالی خواهد بود. او نسبت به زندگی استثنایی و تاثیرگذار پدرش به عنوان یک پیشتاز در عالم رسانه و فرهنگ ادای احترام کرد و او را حامی آزادی بیان، حقوق مدنی و آزادی های جنسی خواند. مجله آقای هفنر بعداً به یک مجموعه بزرگ از شرکت ها شامل کازینو و کلوب بدل شد. او با مدل های مجلاتش دوست می شد و با آنها ازدواج می کرد و او آخر عمر مهمانی های بزرگ در ویلای عظیم خود در لس آنجلس ترتیب می داد. او ادعا می کرد با بیش از 1000 زن هم بستر شده است. او بارها به اتهام مستهجن بودن مجله به دادگاه احضار شده و برای دفاع از خود مبارزه کرده است. آخرین همسر وای کریستال هریس خواننده جوان 31 ساله بود که تا آخر عمر هیو هفنر با وای زندگی کرد. این مرد با 1000 دختر زیبا هم بستر شد. مدیر شرکت مجله پلی بوی با هزاران دختر جذاب رابطه جنسی داشت. تشکر که این ویدیو را تا آخر با ما تماشا کردید. برای حمایت از ما کافی است که این ویدیو را لایک کنید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذاب روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن با این چینل روی عکس چینل کلیک کنید. تشکر.